سلام به همه دوستای عزیز، با یکی دیگه از برنامه های ذهن زیبا در خدمت شما هستم. امیدوارم که هر کجای دنیا که هستید حالتون خوب باشه، دلاتون شاد باشه و بتونید محبتتون رو و عشق درونیتون رو هر روز به خودتون بیشتر کنید. امروز باز هم یکی دیگه از دوستای عزیز رو رندوملی انتخاب کردم برای اینکه باهاشون صحبت کنم و اگر مشکلی دارن بتونیم این مشکل رو امروز انشالله حل کنیم و یه راهکاری باشه واسه شما هم و شما هم توی زندگیتون ازشون از این مسائل استفاده کنین، از این راهکارها استفاده کنین و حتما به من بگین که چجوری داره توی زندگیتون پیش میره. مرسی از تمام محبت‌هایی که به من دارید و سوال‌هایی رو که کرده بودین تا اونجایی که تونستم سعی کردم جواب بدم. باز هم امروز برمیگردم به اون سوال‌هایی که برام نوشته بودین توی استوری و سعی می‌کنم همه سوال‌هاتون رو تا اونجایی که میشه جواب بدم. خب سلام عزیزم. سلام سفیده جان. خب برامون یه ذره از خودت تعریف کن، از مشکلی که امروز میخوای صحبت کنی و به ما بگو که دوست داری از این سشنی که امروز با هم داریم چه اتفاقی برات بیفته. اول اینکه من یه مدت یه سری مشکلاتی داشتم و امروز خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون صحبت کنم، چون مطمئن بودم که یه راه حلای خیلی، یعنی تو ویدیوهای قبلیتون دیدم که یه سری راه حلای خیلی خوب بچه‌ها گرفته بودن که حتی اونا هم به من کمک کرده بود. ولی یه سری مشکلات در مورد اینکه مثلا الان در مورد سرزنش خودم و مقایسه خودم با بقیه است که اینو نتونستم حلش کنم. ولی خب مثلا یه سری چیزا مثل استرس و اینا رو تو برنامه‌ای که دیده بودم. بعد الان در مورد خودم بگم یا من 26 سالمه، ارشد عمران دارم تو که دانشگاه خیلی خوب ایران و قصدم اینه که اپلای کنم، یعنی تو روال این کار هستم. ولی یه مشکلی که همیشه داشتم و الان خیلی بیشتر خودشون نشون داده اینه که من خیلی خیلی کارامو میذارم دقیقه آخر انجام بدم همیشه و خیلی خودم رو سرزنش میکنم و این باعث توش که الان اینجور شده که من کلا کارامو انجام نمیدم. یعنی قبلا اینجوری بود که بازم اون دقیقه آخر یه جوری جمعش میکردم و موفق میشدم، ولی الان دیگه نمیتونم و حتی مثلا آزمونایی که دادم رو همشو خراب کردم. یعنی فکر نمیکردم انقدر اون استرس و اون چیزا الان اینجوری جواب بده. از آدمی هستی که همه کاراتو میذاری لحظه آخر انجام میدی و اون به قول معروف راشی که از این اکسایتمنت و هیجانی که از اون لحظه آخر میگیری و انجامش میدی یکم مثل اینکه خوشاینده، چون من خودم هم قبلا توی زندگیم همین کارو میکردم. کاملا بهت ریلیت میکنم و میفهمم که این لحظه آخر وقتی آدم انجامش میده بالاخره تمام توجه و فوکسش هم میره روی اون مسئله، چون میخواد که حتما انجام بشه. ولی یه عواقبی داره، عواقبش هم اینه که الان وقتی که مسائل زندگی زیادتر شده شاید تو نمیتونی به اندازه کافی اون پرفورمنسی رو که میخوای داشته باشی و اون کار رو درست انجام بدی. خب حالا میخوام ازت بپرسم که قبلا وقتی که کاراتو انجام میدادی زمانی شده توی زندگی قبلا که تو آدمی بودی که آن تایم این کار رو انجام میدادی و به تعویق نمینداختی بذاری لحظه آخر انجام بدی؟ بله، من حدودا 3 سال پیش بود که پیش یه مشاور خیلی خوب رفتم. بعد من اینجوری که انقدر یعنی کارمو بزرگ میکردم که نمیرفتم سمتش و مثلا میذاشتم دقیقه 90 اون کاری که میتونستم انجام میدادم. بعد با کمک ایشون من یاد گرفتم که مثلا مشکلامو کوچیکترش کنم، یعنی استپ به استپ انجام میدادم و سعی کردم خیلی ساده بهش نگاه کنم و حدودا 9 ماه اون زندگی قشنگ زندگی ایدئالی که دوست داشتم رو داشتم. ولی بعد از اون دیگه نتونستم برگردم به اون حالت. خب اون لحظه که تونستی برگردی به این حالت، خب یه چیزی که به من گفتی اینه که مسائلتو کوچیک کوچیک میکردی و اون کوچیک کوچیک کردنه بهت کمک میکرد. چی شد که باعث شد که این کاریو که داشتی میکردی استاپ کنی و دیگه ادامش ندی؟ من کلا همون مشکل الان هم خودم رو همیشه سرزنش میکردم و خیلی خودم با بقیه مقایسه میکردم و حس میکردم که الان که من دارم کار انجام میدم که فایده ای نداره دیگه، من که اونقدر که باید خوب نیستم، بقیه خیلی بهتر از من. همیشه اینو تو ذهنم مرور میکردم و باید شد که خب که الان کار من ارزش نداره کلا دیگه، یعنی اون کار رو دیگه نکردم. خب
این سرزنش ها از کجا شروع شد؟ چه زمانی شروع شد؟ میخوام ببینم این سرزنش ها مثلا تو خانواده بزرگ شدی که خانواده هم سرزنش میکردن خیلی، میخوام ببینم این داستان سرزنش کردن و تو از کجا یاد گرفتی؟ من حس میکنم همون دقیقا از خانواده هم یاد گرفتم. من خانواده به شدت ساپورتیوم، یعنی تو هر مرحله از زندگیم حمایت هم کردن اینا، ولی یعنی مشکل که من باهاش داشتم اینه که مثلا سرزنش میکردن، یه مقایسه میکردن، این ناخودآگاه اتفاق میافتاد حتی اگه نمیخواستن. یعنی الان به مامانم میگم مامان الان شما این کارو کردیم، که نه من اصلا چنین قصدی نداشتم، ولی ناخودآگاه الان اونجوری که خانواده با من صحبت میکردن الان گفتگوی من با خودم دقیقا هموناست انگار، یعنی با همون لحنه. این خیلی ولی هر جا مثلا تلاش کردم که بگم مثلا نه الان اونجوری نباشم، یعنی بازم نتونستم. یعنی هر چقدر خودم رو آروم میکنم میگم مثلا الان من یه موجود جدا، یه زندگی جدا دارم، نباید مقایسه کنم، ولی بازم نمیتونم. آها آها، خب پس تو الان میبینی که یه جورای پترن هایی که خانواده داشته روی تو دوباره داره، اونها دوباره داره کار میکنه، درسته؟ بله بله. و تو داری دوباره همون جوری با خودت صحبت میکنی. دقیقاً. خب حالا یه سوالی دارم ازت. تو این سرزنش کردن وقتی خودتو سرزنش میکنی در نتیجه میدونی که هیچ نتیجه ای ازش نمیگیری، میخوام ببینم چرا این سرزنش کردن رو با اینکه میدونی هیچ نتیجه ای نمیده باز هم ادامه میدی؟ نمیدونم واقعا چرا دارم ادامه میدم، ولی ناخودآگاه اصلا یعنی حتی نخوامم اینجوری که خودم مثلا با دقیقا دوستای خودم که شرایط شبیه به من داشتن مقایسه میکنم و میبینم مثلا اونا الان اپلای کردن، الان به هدفهاشون رسیدن، نمرات بهتری دارن، ولی من همچنان دارم درجا میزنم انگار. آها. خب حالا یه سوال دیگه دارم ازت. بجز این مسائل درسی چه اتفاق دیگه ای داره توی زندگیت میفته که شاید حواستو پرت میکنه یا اون تمرکز رو برای درست نمیذاری؟ من کلا تو روابطم با دوستانم حس میکنم یه همچین برخوردی دارم، یعنی کلا همه رو یه جوری انگار بهتر از خودم میبینم. یعنی تو روابط اجتماعی دوستای خیلی خوبی دارم واقعا، یعنی اینجوری هست که باشون راحت باشم و اینا، ولی ناخودآگاه اونا رو خیلی انگار بهتر از خودم میبینم و بازم همین خود سرزنشیه، یعنی تو روابطم مشخص هست. خب پس یعنی کاری که میشنوم ازت میکنی اینه که یه جورایی انگار اونها رو میذاری تو یک لول دیگه، لول بالاتر از خودت و خودتو میاری پایین تر از اونها. بله. خب وقتی که ما انسانهای به نظر تو وقتی ما انسانهای دیگر رو میذاریم بالاتر از خودمون و خودمون رو میذاریم پایین تر، برای خودمون چه اتفاقی میفته؟ خب من یه حس، حالا شاید دقیقا اینجوری باشه، یه حس حقارت خاصی دارم، مثلا احساس میکنم که اصلا کافی نیستم و بقیه بهتر، در صورتی که مثلا روی سری از مسائل، مثلا من الان تا یه مدت خیلی زیاد کوهنوردی میکنم یا سفرهای خارج از کشور خودم تنها میرم، در صورتی که هیچ کدوم از دوستان اون کارا رو نمیتونن انجام بدن، ولی من تو زمینهای مثلا درسی که میبینم طرف مثلا الان اون اپلای که من میخواستم رو انجام بده، اونو خیلی الان تو سر خودم میذارم، یا نه اون خیلی الان از همه لحاظ بهتره، یعنی خوبیای خودم رو نمیبینم و اون خوبیای اونا رو به شدت بزرگ میبینم. آها آها، خیلی جالبه. حالا همین نمیدونم که تا حالا توی روابطی که یعنی منظورم روابط دختر پسر هم این اتفاق خیلی زیاد میفته، میخوام نگاه کنین که آدم ها بیشتر وقتا کاری که طرف مقابل میکنن رو بزرگ میکنن، طرف مقابل رو به قول معروف میذارن روی یک پدالستون، بهش میگن یه مرحله بالاتر از خودشون و خودشون رو میارن پایین تر. حالا یکی از دوستای ما اتفاقا برای من توی این سوالهایی که گذاشته بود اینه که نوشته بود من یک آدمی رو میخوام فراموش کنم، بعد هنوز 9 سال این آدم رو فراموش نکردم. یکی از دلایلی که هست که ما آدمها رو فراموش نمیکنیم یا خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم اینه که اونها رو میذاریم تو درجه بالاتر و خودمون رو میاریم پایین تر. یعنی چی؟ یعنی تمام اون چیزهای خوب اون آدمها رو بزرگ میکنیم، اتفاقهای خوب زندگی اونها رو بزرگ میکنیم و اتفاقهای زندگی خودمون رو کوچیک میکنیم. یعنی اگر خودمون چه میدونم مثلا به قول تو تنهایی میری مسافرت، هزار تا کار دیگه ای انجام میدی، اونها رو کوچیک میکنی و چیزهایی که اونها دارن بزرگ میکنی. خب حالا میخوام ببینم با این کاری که میکنی ازش چی به دست میاری؟ کلا حس منفی به دست میاد، یعنی اصلا تاثیر مثبتی نداره، ولی
انگار حالت عادت باشه، یعنی با این کار این کارو نکنم میگم که نه من چرا مثلا چرا باید خوش خیال باشم، چرا نباید هرس بخورم، چرا نباید استرس باشم، یعنی انگار استرس نداشته باشم و ناراحت نباشم غیر عادیه برام. یا مثلا وقتی که مثلا میرم سفر خیلی خوش میگذرونم ریفرش میشم از عذاب وجدان دارم، یا یعنی چرا الان ندارم مثلا وقتم رو با این کار تلف میکنم. اوکی یعنی اون وقتی به خودت میرسی، وقتی به خودت اهمیت میدی، وقتی به خودت عشق میدی، اونها رو اصلا حساب نمیاری و میگی من باید یه کار دیگه ای تو اون لحظه بکنم، درسته؟ بله. مثلا که چرا الان مثلا من درس نخوندم، چرا من کار نکردم، و وقتی هم که من بودن 3-4 ماه میرفتم کتاب خونه که مثلا تافل بخونم یا جیاری بخونم، ولی دقیقا 3-4 ماه هیچ کاری نمیکردم، خودم همینجور الکی میرفتم اونجا وقتمو تلف میکردم، با تمرکز نمیخوندم و برمیگشتم، یعنی در حد تکلیف کارامو انجام میدم و خیلی احساس کردم و تفریحی هم نکردم، یعنی سعی کردم مثلا دوستامو نبینم که متمرکزتر کار کنم، ولی به هیچ کدوم نرسیدم. آها خب همین. یه چیزی میخوام ازت بپرسم، تو خانواده چند تا بچه هستی؟ 2 نفری، من بچه اولم. بچه اول. آیا احساس کردی که در بچگی خیلی مقایسه میشدی با افراد توی خانواده، ممکنه خواهر یا برادر یا دختر خاله پسر خاله، این آدم های دور و بره؟ بله چنین حسی رو داشتم که و من همیشه مثلا یادم مثلا دبستان که میرفتم کتاب مینوشتم برای خودم، ولی چیزی که مثلا با ذوق و شوق مثلا به پدرم نشون میدادم، مثلا میگفت که نه الان به جایی نمیرسه، الان سعی کن درس بخونی، فایده نداره، یعنی کارهای کار دیگه هم خیلی ساپورت نمیکرد پدرم، ولی مامانم خیلی ذوق داشت برای این کار برعکس، ولی اون حس که از پدرم میدم حس خیلی، یعنی حساس میکردم که هر کاری بکنم بازم کمه و ارزش نداره. پس یعنی هر کاری میکردم چیزی که از پدر دریافت کردی اینه که من اگر به کارهایی برسم که خودم دوست دارم و خودم رو خوشحال میکنه اون ارزش نداره، چیزی که ارزش داره که چیزهایی باشه که آدمهای دیگه میبینن، کار باشه، درس باشه، چیزهایی که آدمهای دیگه من ازش ولیدیشن میگیرم، درسته؟ بله دقیقاً. یعنی اینکه مثلا همیشه اینجوری بود که من خیلی معماری دوست داشتم، ولی پدرم میگفت که عمران خیلی رشته بهتریه، اگه بری معماری میگن که تو الان خیلی باسواد نیستی به اون اونقدری که اگه عمران بخونی، و من کلا رفتم اون رشته عمران. اوکی صداتمو نداریم. صدای من میشنوی؟ خب برای دوستایی که تازه به ما ملحق شدن، این دوستمون که امروز زنگ زده داره توضیح میده از اینکه ناخودآگاه خودشو همش سرزنش میکنه، کارهای خوبی رو که انجام میده نگاهش نمیکنه و میارتش پایین و خودش رو با بقیه مقایسه میکنه. خب میشنوی عزیزم؟ بله بله. خب داشتی میگفتی که پدرت گفته که بعد بری معماری خیلی رشته خوبی نیست و بعد بری عمران بخونی، درسته؟ بله بله. به من همچنان، یعنی بعد از این همه سال همچنان تو فکرم میام کاش معماری خونده بودم، ولی تو یعنی تو مثلا پایان من 20 شدم یا دانشگاه مثلا تهران دانشگاه خوبی خوندم، ولی بازم یعنی اصلا رضایت اصلا ندارم، یا یعنی هر کاری میکنم احساس میکنم که نه کارم اشتباهه و اصلا درست هیچ کدوم از کارامو انجام نمیدم. میفهمم. خب حالا نگاه کن، میخوام نگاه کنی چقدر این مسئله توی مخصوصا توی فرهنگ ما چقدر جالبه که هر دفعه که ما به اون صدای درونی خودمون گوش نمیدیم و دنبال اون چیزی که خودمون رو از درون خوشحال میکنه نمیریم، اون وقت تبعاتش اینه که توی این چرخه میافتیم که همش خودمون رو سرزنش میکنیم. ولی میخوام نگاه کنیم اون سرزنش کردن برای این نیستش که تو بهترین نمره رو نمیگیری یا هنوز اپلای نکردی، اون سرزنشه داره از یه جای دیگه سرچشمه میگیره. به نظرت اون سرزنش واقعی از کجاست؟ اون چیزی که میخوام نیستم، یعنی من همیشه فکر کردم دختر خیلی شاد باشم که یه روابط خیلی موفق داشته باشه و تو اون چیزی که دارم درس میخوام و کار میکنم خیلی موفقم و از ابعاد
دیگه هم مثلا همون ورزش و هنر و اینا به همه‌شو میرسم، ولی الان احساس کنم چون اون کارو ندارم حس خوبی ندارم. دقیقاً دقیقاً میخوام ببینیم که اون سرزنش واقعی از اون جایی میاد که تو کارهایی رو که دوست داری انجام نمیدی شاید، خب، و همش رفتی به سمت و سوی اینی که خانواده رو خوشحال کنی، آدمهای دیگر رو خوشحال کنی و اون به قول معروف درون خودت رو یادت رفته که خوشحال کنی. و وقتی حالا خیلی جالبه که برام میگی وقتی خودم رو خوشحال میکنم عذاب وجدان میگیرم، یعنی گناه باهاش میاری که وقتی اگر من به خودم اهمیت بدم، اگر خودم رو دوست داشته باشم و کارهایی که میخوام انجام بدم، اون وقت احساس گناه میکنم در درون خودم. من مطمئنم خیلی آدمایی که امروز دارن این برنامه رو نگاه میکنن و شاید توی بعدن این برنامه رو نگاه کنن دقیقا همین احساس رو داشتن، وقتی کارهایی رو میکنن برای خودشون احساس گناه میکنن. به نظر تو این احساس گناه از کجا میاد؟ من حس کنم خودم لایق اون زندگی که فکر میکنم نمیدونم، یعنی اون زندگی ایدئالم واسه من لیاقتشو ندارم، شاید اینجوری باشه یا بعد کافی خوب نیستم که بتونم اون زندگی رو انجام داشته باشم. خب حالا میخوام ازت بپرسم تو در چه زمانی تصمیم گرفتی که من به اندازه کافی خوب نیستم که این زندگی لایق این زندگی باشم؟ من حدودا اول دبیرستان بودم که یه مدرسه دولتی نمونه قبول شدم که از شهرمون فاصله داشت، من تهران زندگی نمی‌کردم اون موقع و من فقط جمعه می‌رفتم خونم و تو طول هفته با بچه‌ها بودم که احساس کردم اون سال من خیلی خیلی افسرده شدم و کلاً علاوه سیستم بدنی هم به هم ریختم، یعنی اون نظمی که مثلا حالا توی پریودی می هر چیزی بود کاملا به همین و همچنان ادامه داره، یا مثلا اضافه وزن پیدا کردم و از لحاظ روحی احساس کردم اون سال خیلی رو من تاثیر بود و اعتماد به نفسم خیلی پایین اومد چون من آماده نبودم. بعد اون سرزنش ها و اینجور چیزا اون موقع شروع شد و یه سری وقت خوب بودم بعدش، بعد از یک بعد یک سال از اون مدرسه برگشتم، ولی همچنان احساس می‌کنم اون از اون به بعد اون حست با هم مونده و بیشتر شده. اون حسه با هات مونده. خب این دوری از خانواده باعث چه اتفاقی تو درون تو شد؟ من چون شخصیت بودم که به شدت به خانواده وابسته بودم، وقتی که مثلا برای مثلا 18 سالم شد که دانشگاه تهران قبول شدم با خانواده اومدم، اینقدر وابسته بودم چون یه سال خیلی ضربه خورده بودم و جوریه که مثلا احساس کنم اگه خانواده هم نباشن نمیتونم کاری رو انجام بدم. یعنی الان با اینکه مثلا خیلی تنها سفر میرم اینا، ولی همچنان احساس کنم برای زندگی من به خانوادم نیاز دارم و اگه اونا نباشن من کاملا مثلا نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. خب حالا میخوام نگاه کنیم که این وابستگی بیش از اندازه، ببین ما یه جایی داریم یه وابستگی سالمه، وابستگی خوبیه، خب ما اون احساس عشق و محبت و کانکشن رو با اون آدم ها میکنیم، یه جایی هستش که این وابستگی میشه وابستگی ناسالم، یعنی اونقدر به جایی میرسه که ما احساس میکنیم که اگر این آدم ها در کنار ما نباشن دیگه زندگی ما از کار میفته و ما دیگه نمیتونیم زندگی بکنیم. خب این میشه وابستگی ناسالم. خب من یه ذره احساس میکنم اتفاقی که برای تو افتاده اینی که یهو یه شوکی بهت وارد شده وقتی که از خانواده جدا شدی، ولی وابستگی بیش از اندازه هم به خانواده باعث شده الان دنبال اون کارهایی که دوست داری نری و کارهایی که دوست داری رو نکن. درسته؟ و همین در پی این باشی که خانواده اون چیزی رو که تو میخوای بهت بدن، بالاخره بگم که مثلا تو بهترین دختری، تو بهترینی، تو فلانی، تو بیساری. حالا یه چیز جالب بگم، همه خانواده بچه هاشون رو خیلی دوست دارن، خب، ولی خانواده های ما هیچ کدوم نرفتن روی خودشون کار کنن، خودشون رو بشناسن، مشکلاتشون رو حل کنن، میدونی؟ بنابراین به صورت ناخودآگاه همش دارن همون جوری که خودشون رو با مادرها و پدرهای دیگه مقایسه میکنن، تو رو هم با بقیه مقایسه میکنن. بنابراین ما در مادرامون کردیم خدا، خب، و داریم از این خدایی که خودش رو خودش کار نکرده و خودش رو به اندازه کافی نمیشناسه زندگیمون رو گذاشتیم بر محور پدر مادرامون. حالا خیلی جالبه که هفته پیشم دقیقا ما راجع به همین مسئله حرف زدیم. فکر می‌کنم توی فرهنگ ما این مسئله خیلی مهمه که چقدر ما دنبال اپرووال پدر مادرامون هستیم.
این وابستگی بیش از اندازه‌ای به پدر مادرت باعث چه اتفاقی توی زندگیت شده؟ من خیلی به خصوص پدر مامانم اینجوری که خیلی روشنفکتره، همیشه مثلا وقتی مثلا می‌خواستم اولین بار برم ساز یاد بگیرم مامانم خیلی حمایتم کرد، یا وقتی مثلا 10 سالم بود خواستم برم کلاس زبان من انقدر حمایت کرد که مثلا مدرکم رو گرفتم. خیلی یعنی کلا مامانم خدا رو شکر از این لحاظ خیلی خوبه، ولی پدرم با اینکه خیلی حمایت میکنه ولی اون طرز فکرش اجازه نمیده که من یه سری کارا رو انجام بدم. مثلا من همیشه پدرم دیدم نسبت به پسرها خیلی منفی کرده بود و من تا 24 سالگی با هیچ پسری حتی دیت نداشتم و انقدر یعنی همیشه اونا رو بد میدیدم که یعنی همون الان بعد از اونم یعنی بعد از یعنی 2 سال من کلا اصلا رابطه بیش از 2 هفته نتونستم با یه نفر برقرار کنم. آدمایی که خوب بودن نتونستم جذبشون کنم. احساس کردم مثلا اون حرفای پدرم این تاثیر رو تو زندگی من گذاشته از لحاظ روابطم. لحاظ درسی هم این که هر چی که تلاش بکنم احساس می‌کنم خیلی سخته، مثلا اونجور که میخوام نیست و این از این دو لحاظ احساس می‌کنم خیلی ضربه خوردم. می‌فهمم. خب حالا من یه سوالی دارم ازت. اگر تو تصمیم بگیری یه روزی خب یه ذره از این بند گرفتن اپرووال و تایید از پدرت بیای بیرون، به نظرت چه اتفاقی توی زندگیت برات میفته؟ من اون 9 ماهی که گفتم سعی کردم رو خودم کار کنم تقریبا اینجوری بود که پدر مادر من که مخالف بودن و من یادم که مثلا هر روز انگار داشتم میجنگیدم باهاشون و درسته یعنی مثلا من اینجوری بودم که خیلی اصلا یه آرامش خیلی خاصی پیدا کرده بودم، هم درس میخوندم هم ورزش میکردم هم مسافر، همه چیزم رو روال بود، ولی انقدر همیشه باهاشون کشمکش داشتم که خسته شدم کنار گذاشتم. یعنی گفتم بذار تایید بگیرم ولی اونجوری که یعنی این خستگی اون کشمکشه نباشه. خب کشمکشه چی بود؟ یعنی خانوادت چی میگفتن؟ این که مثلا اصلا لازم مسافرت این بودن که تو از درس داری فاصله میگیری نمیخونی یه سری این چی داره بودن، در صورت که من معدلم مثلا 2-3 نمره حتی بالاتر رفت اون ترم، یعنی اینقدر تاثیر مثبت داشت. یا وقتی مثلا مثلا کاهش وزن پیدا کرده بودم گفتن الان تو کلی مریض میشی، نه کلی این چیزا رو میگفتن و من یعنی همیشه اینا نه هی کارم اشتباهه، یعنی خیلی هی داشتم مقاومت میکردم که حرفای اونا تو ذهنم نباشه. خب حالا یه سوالی دارم ازت. ببین دقیقا همینه، تو وقتی به خودت میرسی ببین چقدر تو زندگی پیشرفت میکنی و اون اتفاقای خوبی که دلت میخواد برات میفتن. حالا یه چیزی میخوام ازت بپرسم، چه اتفاقی باید توی درونت بیفته که شروع کنی دوباره به خودت اعتماد کردن؟ من احساس میکنم الان باید دوباره مثلا مشکلاتم و نمیدونم بیشتر بررسی کنم، ببینم یعنی ریشه هاشون رو پیدا کنم و یعنی اون ببینم مثلا پدرم یا مادرم چه حرفی زد، یعنی از یعنی اگه ریشه‌اش به اونا برمیگرده سعی کنم مثلا حلش کنم که با اون طرز فکری که جلو نرم، مثلا هم مقایسه کردن مثلا بدونم که الان چون مقایسه میشد این مشکل یعنی این چون از طرف پدرم و مادرم اینو به دست و این به من رسیده سعی کنم اینو حلش کنم و با این روش دیگه ادامه ندم. یعنی اون چیزایی که بر اساس منطق خودم نیست فقط حرفای اوناست، احساس کنم اگه اونا رو حلش کنم شاید خیلی بهتر باشه برام. دقیقاً اینه که من همیشه میگم که سعی کنیم پدر مادری برای خودمون باشیم که همیشه آرزوش رو داشتیم توی زندگیمون. خب یعنی چی؟ یعنی اگر من پدری داشتم که بسیار من رو مقایسه میکرده و من رو جاج میکرده، سعی کنم در درون خودم پدری بسازم، مادری بسازم که حمایتگر باشه، که من رو در مسائلم حمایت کنه. ببین پدر مادرهای ما چون خب حالا ما نسل الانم که نیستن دیگه، هر کدوم شما نسل 30-40 سال پیشن حداقل. خب پدر مادرهای ما فکر میکنن تنها راه موفقیت درس، یعنی باید درس بخونی، دانشگاه خوب قبول بشی، باید ازدواج کنی، باید بچه داشت، این سه تا کارو که انجام بدی دیگه موفق شدی. خب ولی در واقع خیلی از ماها درس رو میخونیم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، ولی باز هم موفق نیستیم. چرا؟ چون موفقیت واقعی از اون جایی میاد که تو به صدای درونیت گوش میدی و کارهایی رو انجام میدی که قلبت رو خوشحال میکنن. خب درسته. وقتی قلبت خوشحاله تو در هر محیطی هم باشی
از اونجا لذت میبری و احساس خوبی راجع به خودت میکنی. خب ولی پدر مادرهای ما این رو یک فرمولی برای خودشون گذاشتن برای خوشبختی و هر موقع فکر میکنن ما داریم از این مسیر خوشبختی خارج میشیم، شروع میکنن به بگو مقایسه کردن ما رو، هی گوش زد کردن بیش از اندازه. ولی واقعیتش اینه که تو در نهایت میخوای خوشحال باشی، میخوای احساس کنی که به خودت افتخار میکنی بابت کارهایی که کردی. من همین الانم هم که برگردم، من تهران که بودم این مدرسه میرفتم، اسمش بود مدرسه مهدوی، بعد این مدرسه مهدوی انقدر به ما سخت میگرفتن توی مدرسه که حتما 19 بشی 20 بشی، چرا نمیدونم موهات این شکلیه، چرا شلوارت این شکلیه، انقدر به ما سخت میگرفتن که نگو نپرس. الان که برمیگردم اون زندگی رو نگاه میکنم، هیچ کدوم از سختگیری هایی که اونها کردن و یک معدل 19 یا 19 و نیم هیچ فرقی توی زندگی من نکرده و واقعیتش اینه که موفقیت من از اونجایی اومد که من رفتم دنبال کاری که دوست دارم، کاری که دوست دارم و دارم انجام میدم. درسته؟ بنابراین برگردی به خودت نگاه کنی و برگردی به اون چیزی رو که خودت رو خوشحال میکنه و بدونی که در نهایت نه ازدواج نه این موفقیت درسی تو رو در نهایت خوشحال میکنه. که ببین حتی خودت میگی مثلا معدلت مثلا چه میدونم عالی میشه، بهترین دانشگاه قبول میشی، ولی باز هم در درونت خوشحال نیستی. پس بنابراین عوض این که با خانواده بجنگی، ببین اون زمانی که شروع کرده بودی رو خودت کار کردن یه جورایی با خودت داشتی میجنگیدی، خب با خانواده عوض این که با خانواده بجنگی، سعی کنی که بفهمیشون، سعی کنی که درکشون کنی و بدونی که اونها فرمول خوشبختی رو یه جوری میبینن، تو فرمول خوشبختی رو یه جور دیگه میبینی. تو حتی آدمهای خیلی معروف رو که نگاه کنی، نصفشون از مدرسه اخراج شدن، نصفشون درس رو ول کردن و رفتن دنبال اون کاری که خودشون رو خوشحال میکنه. واقعیتش اینه که همه ماها یک استعدادها و گیفت‌های درونی داریم و اگر به این گیفت‌های درونی توجه نکنیم، حتی اگه میلیاردها میلیون‌ها دلار هم پول داشته باشیم، باز هم خوشحال نیستیم. بله. داریم دنبال این می‌گردیم که بقیه رو خوشحال کنیم، نه خودمون رو، و خودمون رو فراموش می‌کنیم. خب حالا من میخوام بگم تو اگر خودت رو دوباره به یاد بیاری و به خودت توجه کنی، شروع می‌کنی چیکار کردن؟ من کلا لحاظ هنری خیلی وقتی کار هنری انجام میدم خیلی خیلی حالم خوب میشه. سعی میکنم توی وقتی که دارم، مثلا اولا که اون درسی که لازمه رو بخونم مثلا صبح تا عصر، اون زمانی که لازمه براش بذارم، ولی کنار اون مثلا همون ورزشایی که دوست دارم رو انجام بدم و کارهای هنری رو مثلا هر روز عصر انجام بدم که اون روحیه هم برگرده. یعنی سعی کنم اینا رو بدون عذاب وجدان انجام بدم، اینجوری بگم. چون الان بگو من احساس کنم الان اگه مثلا اون کار هنری رو انجام بدم و مثلا اون نمره تافلم 5 نمره از اونی که بخوام کمتر بشه، دقیقا مثلا تقصیر منه که اون لحظه مثلا به جاش نشستم درس بخونم. یعنی همیشه تو ذهنم که آره اگه الان من اون کار نکنم پس به اون نتیجه که میخوام نمیرسم. حالا من یه چیز جالب به تو بگم، مهمترین چیزش اینه که خب ما میخوایم که اون پرفورمنسمون بره بالا. چه زمانی پرفورمنسمون میره بالا؟ زمانی که خوشحالیم، زمانی که حالمون خوبه. مثلا تو اگه سر جلسه کنکورم بری بشینی، بهترین درس رو خونده باشی، بهترین معلم رو هم داشته باشی، خب روزی 12 ساعت هم درس خونده باشی، ولی اگر تو اون لحظه استرس بیش از اندازه بگیری، اون وقت بگو امتحانت رو خوب نمیدی و قبول نمیدی. پس بنابراین حال خوب ماست که باعث میشه که ما تو اون امتحان قبول بشیم، اون درجه به اون درجاتی که میخوایم برسیم. میخوام نگاه کنی که اگر حالت خوب نباشه، همون درسی رو که میخونی با زجر میخونی و وقتی ما در نتیجه منفی وارد خودمون میکنیم و با زجر یه کاری رو انجام میدیم، هر کاری ممکنه باشه، با زجر اون کار رو انجام میدیم، در نهایت اون نتیجهی که میخوایم هم نمیگیریم. بنابراین این کارهای خوبی که شروع کنی تو برای خودت کردن، حال خودتو بهتر میکنه. بنابراین
اون 3-4 ساعتی که نشستی درس تو میخونی، اون 3-4 ساعت تو پیک اون حالت احساسیت هستی، و وقتی توی پیکت هستی 100% بهتر یاد میگیری، 100% تمام اون چه میدونم 2 صفحه 3 صفحه هر چند صفحه‌ای که داری میخونی رو کاملا درک میکنی، چون یک جایی از وجودت میدونه که ما وقتی این کارمون تموم شد ما همیشه احتیاج داریم که پاداش بگیریم. خب وقتی این کار تموم شد، وقتی درسمو خوندم، میرم دنبال کاریو که دوست دارم انجام میدم، و انجام دادن اون کار به تو خوشحالی میده. بنابراین درس خوندنه در نهایت یک پاداش خیلی خوبی هم داره. این نیست درس خوندنت گرفته میشه یا هیچ کدوم از اینا، بلکه بهت کمک میکنه که درستو بهتر بخونی، وزنت کم بشه، احساس بهتری راجع به خودت بکنی، و این به آدم اعتماد به نفس میده. دقیقا درسته؟ پس کاری که از امروز شروع کنی کردن اینی که هر روز این هنر رو دوباره توی زندگیت برگردونی. خب این احساس عذاب وجدان، بدونی که عذاب وجدانه هیچ کمکی بهت نمی کنه و واقعیتش اصلا عذاب وجدانی نیست، چون وقتی تو داری به خودت میرسی واقعیتش اینه که حالت بهتر میشه، کار رو بهتر انجام میدی، اصلا چیزی به عنوان عذاب وجدان وجود نداره. تو اگه 3 ساعت هم درس بخونی کافیه برای اینکه حالت خوبه و بهترین کار رو انجام میدی. خب و دیگر اینه که از این بندهای خانواده یک سر بیای کنار، و بدونی که در نهایت 26 سالته، میخوای تو سن 26 سالگی برای خودت زندگی کنی، چون پس فردا اگر ازدواج هم کنی برای شوهرت زندگی میکنی نه برای خودت. بعد آخر خدای نکرده یه زمانی که آخر عمرت میشه انشاءالله تو 100 سالگی برمیگردی نگاه میکنی میگی من هیچ وقت برای خودم زندگی نکردم، دقیقا زندگیمو گذاشتم برای بقیه. دقیقا درسته؟ بله من. پس من با دوستان یا با هر نفر حتی آشنا میشم اینجوری هم که خیلی دغدغه دارن، مثلا خیلی خوشحال باشن همه، و خودم این تنها دغدغه اینه که اونا تایید کنن. و همیشه خودم این همیشه فراموش کردم، یعنی بیشتر تو دوستان مثلا مشخصه این که اینجور آدمی هستم. خب کاری که میخوام بکنی اینه که از این به بعد شروع کنی یک سیستم تایید برای خودت ایجاد کنی. خب برای خودت بنویسی من چجوری خودم رو تایید میکنم، سیستم تایید من اگه یک سیستم تایید توی وجودم داشته باشم من خودم رو چجوری تایید میکنم. خب و اون سیستم تایید رو خودت برای خودت ایجاد کنی، و هر شب برگردی نگاه کنی ببینی من امروز کارهایی که کردم چقدر خودم رو تایید میکنم بابتش، نه برای بقیه، فقط برای خودت. مثلا سیستم تایید من خود من مثلا این باشه که امروز چقدر به خودم احترام گذاشتم، امروز چقدر به خودم رسیدم، همون قدری که حواسم به کلاینتام بوده، حواسم به مراجعینم بوده، دوستشون داشتم، بهشون کمک کردم که زندگی بهتری داشته باشن، آیا به خودم هم کمک کردم که زندگی بهتری داشته باشن؟ آیا از خودم مراقبت روحی کردم، مدیتیت کردم، چه میدونم قرار بوده مثلا برم لب دریا بدوم رفتم، این کارا رو برای خودم کردم، ورزشمو کردم، کارهایی که برای خودم بوده کردم؟ آیا اگه کردم 100% به خودم اون نمره بالا رو بدم و بگم سبیده دمت گرم که رفتی، یه پشت خودم هم بزنم دمت گرم که رفتی به خودت رسیدی. و وقتی این سیستم تایید رو در درون خودت واسه خودت میسازی دیگه دنبال تایید بقیه نمیگردی، کم کم عادت میکنی که تایید خودم از همه مهمتره، چون تایید خودتو که در نهایت خودتو خوشحال میکنه نه تایید بقیه. دقیقا درسته. پس سیستم تاییدیه تو ممکنه چی باشه؟ یه چند تا مثال ازش بزن. خب یکی این که اول کسی خود سر کنم خودم با هیچ کس مقایسه نکنم، یعنی اون روزی که فقط خودم رو در نظر گرفتم و برای خودم کار کردم خب حس بهتری دارم. یکی این که چقدر هر روز برای هدفم جلو رفتم، چون من میگم همه رو میذارم دقیقه 90 و تو طول روز هیچ کاری نمیکنم تو روزهای دیگه. خب این حس بهتری میده. و اینکه مثلا اون کار هنری که دوست داشتم اون روز چقدر انجام دادم، یا اون ورزش که دوست داشتم چقدر، این چند تا مورد برای مهمه. دقیقاً واقعیتش اینه که اگر هم میخوای خودت رو مقایسه کنی
خودت رو هر روز با دیروز خودت مقایسه کن و قرار نیستش که یهو بهتر شی، قرار اینه که هر روز یک ذره یک قدم بیفتی جلوتر و به اون خواسته ها و نیازهای خودت اهمیت بدی و در نهایت این احترام گذاشتن به خودت باعث میشه اون چیزی که راجب رابطه هات گفتی، در نهایت وقتی وارد یک رابطه با یک مردی هم میشی اون آدم به تو احترام بذاره. چون اگر تو این پترن باشی که همش بخوای اون رو خوشحال کنی و خودت رو فراموش کنی، به اون آدم میگی که من رو فراموش کن و به من اهمیت نده و اوکیه اگه تو به من اهمیت ندی. بنابراین بگم اینه که این پترن رو وقتی شروع میکنی که به خودت اهمیت بدی و این سیستم تاییدیه رو برای خودت میسازی، اون وقته که از درون اون شادی رو تجربه میکنی. دقیقا قبوله. الان حالت چطوره؟ الان خیلی حس بهتری دارم، احساس کنم که یه سری دغدغه و نگرانی که داشتم قشنگ برام شکافته شد، حل شد. خیلی ممنون. چقدر خوب و عالی. ازت میخوام که حتما تو تهران که هستی، من بکنم یک ماه دیگه میام ایران، انشالله توی سمیناری که توی ایران میذارم ببینمت و حتما دوباره روی خودت کار کنی، این مشاوره ها رو داشته باشی حتما توی ایران هم، برای اینکه این مشاوره ها بهت کمک میکنه که هی هر روز با خودت آشتی کنی و بتونی اون عشق و محبت رو به خودت بدی. خیلی ممنون. حتما. مرسی عزیزم که امروز با ما همراه بودی، امیدوارم که از این جلسه ما استفاده کرده باشی و حتما به من خبر بده که زندگی چجوری داره پیش میره. چش، حتما. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم، ممنونم بابت وقتی که گذاشتیم. حتما عزیزم، ممنونم. خدافظ. خدافظ. خیلی ممنون از شما دوستای عزیز که با من همراه بودیم با یکی دیگه از برنامه‌های ذهنی و زیبا. هفته دیگه جمعه دوباره می‌بینمتون. این گلم بهتون نشون بدم، دیروز من اومدم خونه یکی از مراجعین عزیزم من رو سورپرایز کرده و گل فرستاده بودم و در خونه این گلم به شما نشون بدم، یک گل قشنگ اینجا برای من فرستادن که واقعا خوشحالم که همه میدونن گل من رو خوشحال میکنه. حتما کارهایی رو بکنین که توی زندگیتون خوشحالتون میکنه. گوش دادن به بقیه واقعا در نهایت ما رو به هیچ جا نمیرسونه. هر کسی از موفقیت برای خودش یک بگین داستانی داره و ما میخوایم راهی رو قدم برداریم، توی راهی باشیم که ما رو خوشحال میکنه. به هم خبر بدید، بگین که دارین چه کارهای خوبی برای خودتون انجام میدین و هفته دیگه میبینمتون. این دوشنبه حتما میام لایف، چون میخوام راجع به این مسئله‌ای که خیلی میشنوم از دوستای عزیز که میگن که ما یکی از نزدیکانمون رو از دست دادیم و خیلی سخته براشون موبان کردن، برای اینکه تو زندگیشون دوباره شاد بودن. و خودم هم حدود یک سال و نیم پیش مادر بزرگ خودم رو از دست دادم و مراحلی که مراحل سوگواریه، مراحل این که دوباره خودتو بشناسی و دوباره برگردی به زندگی رو دوباره میخوام براتون توضیح بدم. توی دوشنبه حتما میام لایف و همه رو براتون توضیح میدم. تا یکی دیگه از برنامه‌های دیگه که ببینمتون، فعلا خدافظ.